کی فکرشو میکرد دختر بچه‌ای که مجبور میشه سالهای زیادی توی یک مخفیگاه زندگی کنه و اتاقش پشت یک قفسه کتاب پنهان شده باشه سالها بعد فقط با یک دفترچه خاطرات تبدیل بشه به بزرگترین و تاثیرگذارترین نویسنده دنیا. این داستان آنه فرانک. آنه فرانک در سال 1929 در فرانکفورت آلمان به دنیا میاد. پدرش تاجر و مادرش خونه‌دار بوده، یک خواهر بزرگتر داشته به اسم مارگوت. برخلاف خواهرش که دختر آروم و بی‌دردسری بوده، آنه اما دوست داشته که همیشه برای دوستاش داستان تعریف کنه. خانواده آنه فرانک یهودی بودند و آداب و رسوم یهودیت رو اجرا می‌کردند. آنه فرانک اما شدیداً دوست داشت که در آینده تبدیل بشه به یک نویسنده بزرگ. در سال 1933 هیتلر رهبر آلمان شد. هیتلر اصلاً مردم یهودی رو دوست نداشت و اونها رو مقصر خیلی از مشکلاتی میدونست که آلمان داره. بنابراین یهودی‌ها شروع کردن و از کشور خارج می‌شدن. پدر آنه هم تصمیم گرفت که خانواده‌اش رو به شهر آمستردام در کشور هلند ببره. آنه فقط 4 سالش بود اما خیلی طول نکشید که یک عالم دوست جدید پیدا کرد، هلندی حرف می‌زد و می‌خواست توی یک کشور جدید به مدرسه بره. آنه و خانواده‌اش توی هلند احساس امنیت می‌کردند. اما داستان همینطور پیش نرفت. 5 سال گذشته بود که آلمان به لهستان حمله کرد و جنگ جهانی دوم شروع شد. کشور آلمان قبلاً تونسته بود اتریش رو هم در اختیار بگیره. بنابراین خیلی از مردم دچار تشویش و استراب شده بودند که ممکنه آلمان به هلند هم حمله کنه. بنابراین خیلی از مردم شروع کردن و کشور رو ترک می کردن، اما خانواده فرانک این بار قصد رفتن نداشتن و می خواستن ادامه بدن. شرایط هر روز وخیم و وخیم تر می شد. یهودی ها از حقوق خودشون محروم شده بودن. از رفتن به مدرسه، فروشگاه، استفاده از وسایل نقلیه و حتی نشستن روی نیمکت یک پارک هم محروم بودن. بعد از این همه فشار پدر آنه تصمیم می گیره که مهاجرت کنه به کشور آمریکا. اما به خاطر قوانین مهاجرتی سنگینی که در اون زمان وضع شده بوده این کار رو هم نمیتونه بکنه. در این شرایط سخت و پیچیده پدر خانواده اما یک تصمیم مهم میگیره. اون اتاقهای خالی که بالای انبار محل کارش بودن رو تبدیل میکنه به یک مخفیگاه برای خودش و خانوادش. پدر از دخترهاش میخواد که هر چیزی رو که دارن جمع بکنن. بنابراین اونا مجبور میشن همه لباسهاشون رو لایه لایه روی هم بپوشن، به خاطر اینکه بردن چمدون بیش از حد مشکوک به نظر میرسه. و بعد از اینکه وسایل رو جمع کردن میرن و توی مخفیگاه زندگی میکنن. در مخفیگاه پشت یک قفسه یک کتاب پنهان شده بود. مخفیگاه خیلی کوچیک بود. طبقه اولش یک حموم و یک آشپزخونه کوچیک داشت و طبقه دومش هم دوتا اتاق داشت که یکی برای آنه و مارگوت و یکی هم برای والدینشون بود. یک اتاق زیر شیروانی هم داشت که داستان از همین اتاق شروع میشه. گاهی وقتا که آنه میخواست تنها باشه و نوشته هایی برای خودش بنویسه به این اتاق میرفت. آنه فرانک در تولد 13 سالگیش یکی از بهترین و مهمترین هدیه های عمرش رو گرفته بود. یک دفترچه قرمز کوچیک که شروع کرد به نوشتن خاطراتش در اون. خاطرات برای دوست خیالی بود به اسم کیتی. در اول همه خاطراتش مینوشت کیتی عزیزم و شروع میکرد به نوشتن. اون از اوضاع کشور، شرایطشون و حتی روزمرگیهاش برای کیتی می نوشت. نوشتن در مورد ترسش برای زندگی در یک مخفیگاه این خاطرات رو بیش از پیش جالب کرده بود. فرانک ها باید مراقب باشن که توسط آلمان ها گرفتار نشن. اونها همه پنجره ها رو با پرده های خیلی ضخیم می پوشوندن و در طول روز باید بیش از حد ساکت می بودن. حتی وقتی با هم صحبت می کردن فقط زمزمه می کردن. با پای برهنه را می رفتن تا بتونند صدای پاشون رو کمتر کنند. آنه اما از این سکوت و آرامش استفاده می کرد و تمام خاطرات و اتفاقهایی که در اون زمان می افتاد رو می نوشت. اون درباره ظلمی که به یهودیت شد می نوشت و جالبه بدونید که در خیلی از خاطراتش گفته من هنوزم امید دارم که مردم ذاتاً آدمای خوبی هستند. آنه فرانک و خانوادش تونستن نزدیک 2 سال در این مخفیگاه پنهان بمونند. اونها شنیده بودند که جنگ رو به پایانه و به نظر می رسید که آلمان ها باختن و خیلی امیدوار بودند که به زودی آزاد می شن. اما متاسفانه داستان اینطور پیش نرفت و در سال 1944
آلمان‌ها مخفیگاه فرانک و خانواده‌اش رو پیدا کردند. همه اونها رو به اسارت گرفتند و به اردوگاه کار اجباری بردند. زن و مرد از هم جدا شدند. آنه و خواهرش به اردوگاه فرستاده شدند و در سال 1945 فقط یک سال بعد هر دو بر اثر بیماری تیفوس از بین رفتند. فقط یک ماه قبل از اینکه جنگ تموم بشه. تنها عضوی از خانواده که از اردوگاه جان سالم به در برده بود، پدر خانواده بود. اون برگشت به آمستردام و دفترچه خاطرات دخترش رو پیدا کرد. تصمیم گرفت که دفتر دخترش رو چاپ کنه و به همه دنیا بگه که دخترش چقدر درباره امید، آزادی و زیبایی‌های دنیا حرف زده. بالاخره دفتر خاطرات آنه چاپ شد. کتابی به اسم دفتر خاطرات یک دختر جوان. این کتاب به محبوب ترین کتاب دنیا تبدیل شد و در سراسر دنیا هزاران آدم اون رو خوندند. به 60 زبان دنیا ترجمه شده و بیش از 30 میلیون نسخه از این کتاب چاپ شده. جهان هرگز داستان آن فرانک رو فراموش نمی کنه و میلیون ها نفر که جونشون رو از دست دادند. حالا اما آن فرانک تبدیل شده به تنها شاهد دوران جنگ علیه یهودیت. آنه در بخشی از خاطراتش می نویسه: من می بینم که جهان به آرامی به بیابانی تبدیل می شود. ما را نیز نابود خواهد کرد. من رنج میلیون ها نفر را احساس می کنم و با این حال وقتی به آسمان خیره می شوم، به نوعی احساس می کنم که همه چیز به سمت بهتر شدن تغییر خواهد کرد، که این ظلم نیز پایان خواهد یافت. صلح و آرامش یک بار دیگر باز خواهد گشت. اگر این داستان رو دوست داشتین، لطفاً کانال من رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا هر وقت ویدیو گذاشتم بهتون اطلاع بده. ممنونم که تماشا کردین.